خسرو خوبان، نمایشنامه های کجای سال 2000 منتظرت باشم، خورشید روی یخ، شهر لور، مسافر هیچ کجا، گفتگوها و بسیار کارهای دیگر. برخی از کتاب ها شیده هست. گشایش گرامی داشت رضا دانشور با آقای نسیم خاکسار. سلام عرض میکنم خانم و آقایان، خوست تشکر میکنم از دوست نویسندهام شاد پارسی و همکارانش که این برنامه رو گذاشتن و من شاهد زحماتش بودم، واقعا تلاشش کنید که این برنامه خوب بشه. چشم برفته بعدم برای اولین باره که من خانواده بزرگ دانشور رو جمعشون اینجا میبینم و تسلیت عرض میکنم و واقعا تسلیت به خودم، چون من خودم عضوی از این خانواده میبینم. و تو این متنی که میخونم کوتاهه و یه مروری میکنم خاطرات خودم رو و با اشاره کوتاه به داستان‌هاش و کتاب‌هاش. انگار دلم نمیخواد که بپذیرم که رضا نیستش، حضور نداره. به واقع در این نوشته دیگه دل نوشته است و یک جور با خود سخن گفتنه، زنده کردن اونه و همین. اشارم به داستان‌ها و کتاب‌هاش هرچند کوتاست، اما اونقدر شفاف و روشن کار که نیاز نمیبینی به توضیحات بیشتری. بحث ادامه دارد. صبح روز پنجشنبه 28 ماه می وقتی به تصادف سایت رادیو فرانسا را باز کردم، خبر درگذشت رضا دانشور را که با حروف درشت بالای صفحه نوشته شده بود خواندم. با اینکه مدتی بود انتظار این خبر را داشتم، اما نمیخواستم باورش کنم. رضا دانشور از نسل خودم، هم نسلانی که تجربه های مشترکی داشتیم. فرق نمیکرد در جنوب سوخته و زیر آفتاب و سوزان زاده و پرورده شده باشی یا در شرق ایران، شهری که سرمایش در زمستان ایراد میکرد. با رضا دانشور در همون سالهای اول نوشتن و بعد از زندان اولم آشنا شدم. هر دو در جنگ ادبی لو داستانهای من را چاپ میکرد. همون سالها رمان نمازنیت او زمینه این جنگ ادبی در آمده. کتابی که سالها بعد از انتشار هنوز هم خواندنی به نو است و ما هنوز درگیر همون دوگانگی در وجود در موقعیت‌های دشوار هستیم که شخصیت در داغان شده نماز نیت در زندان و زیر شکنجه به بیرون از زندان آن را جسمیت می‌بخشد. آن سالها نشد زیاد با هم دیدار و گفتگو داشته باشیم. فاصله جغرافیایی، دوری مکانهای زندگیمون از هم، یکی در مشهد و دیگری در آبادان، فاصله میانداخت بینمون. با زندانی شدن او و من برای بار دوم همین دیدارهای کوتاه گاهگاهی و با فاصله هم قطع شد و این بود و بود تا هر دو به خارج از ایران پرتاب شدیم و زندگی در غربت به تبعید از وطنی که سهمی جز زندان و شکنجه از آن نبرده بودیم از نو ما را به هم وصل کرد. او در فرانسه بار سفرش را زمین گذاشت و من در هلند. بار اولی که بعد از سالها او را دیدم در پاریس بود، یونی 1994. شماری بودیم حدود 9 نفر از نویسنده و اهل قلم که اون روز دور هم جمع شده بودیم در خانه ناصر مهاجر و یا دوستی دیگر، درست به خاطر نمی آورم. برنامه را ناصر مهاجر ریخته بود تا
تازه انتشارات نقطه را راه انداخته بود. قرار گذاشته شده بود این جمع نونفره 10 کتاب داستان و رمان از پیش تعیین شده را که تا اون تاریخ در تبعید منتشر شده بود بخوانند و روی هر کدام یک به یک بحث و گفتگو کنند. در این جمع بود که از نو بعد از سالها رضا دانشور را دیدم. از اون پس هر بار که رضا به هلند می آمد برای دیدار از مادر، خواهر، خانواده، برادرانش حسن و عباس و مجید و پسرش اسفندیار برنامه‌ای هم می گذاشت در خانه حسن و نوفر عزیز تا یکدیگر را دیدار کنند. رضا عاشق دانستن و آموختن بود و احترام می گذاشت به کارهای فکری، جستجوگر بود و این دیدارها به یمن مهربانی و علاقمندی او به بحث و نقد و نظر و خوندن کارهای من برای هم، دیدارهایی که چون شماری از دوستان نویسنده و شاعر هم گاه و بیگاه در آن حضور داشتند به محفل ادبی تبدیل می شد. پای ثابت این دیدارها من بودم به هوشیار پارسی. آنچه مهم بود در این گفتگوها بحث و نظر دقیق و فکر شده بود، نه روی هوا حرفی پروندن و گوش کسی را پیچوندن. این مرگ که اگر آهسته آهسته هم بیاید حضوری قاطع و صاعقه‌وار دارد، چهارشنبه شبی او را از ما که با او دوست بودیم گرفت. دوستی مهربان، نویسندهی دقیق و آفرینشگر. پیش از اینکه بیماریش مشخص بشود با خبر و اثری از این یا خبر و اثری از این بیماری در وجود او باشد پیش از این که بیماریش مشخص بشود یا خبر و اثری از این بیماری در وجود او باشد، بارها از او میشنیدم که میگفت میخواهد پیش از مردنش کاری دیگر کند. او بعد از نماز نیت و نوشتن چندین داستان رمان خسرو و خوبان را نوشت، کاری که پشت اون تجربه عمیق خفته است، همون که ویلیام فاگنر عرق‌ریزان روح مینامید. خسرو و خوبان حاصل فکر کردنهای او به خودمان بود، به تاریخ مبارزاتی خودمان، به شکست از پس شکست، حاصل فکر کردن به تاریخ و ذهنیت مردمی بود که حاصل تلاششون برای بیرون آمدن از استبداد پهلوی ها شد انقلاب سال 57 و جمهوری اسلامی. این چی بود به راستی؟ این کابوس چی بود؟ از کجای وجود ما برخاست؟ این بیرون آمده از سالها انتظار ما در شام سیاه و امید سفیددم که در شعر و داستان حرف شامی زدیم. خسرو و خوبان رمان تأمل است بر این پرسش ها. پرسش هایی که هنوز صدای آن در ذهن و در وجود ما خاموشی نگرفته است و قرار نیست خاموشی بگیرد. در متنی برای یک کار پژوهشی از تأثیر سالهای مبارزات چریکی بر ادبیات داستانی در تفسیر و خوانش از این کتاب نوشته بودم خسرو و خوبان رمانی است تمثیلی که شالوده آن بر ریشه‌دار بودن اندیشه ظهور، امید به منجی یا اندیشه امام زمانی در فرهنگ دینی ما ایرانیان استوار است. رضا دانشور با استفاده از اسطوره‌های ایرانی روایتی دیگر از وضعیت امروز ما در این رمان می‌دهد. روایت ملتی که هر بار برای نجات خود و به امید رهایی از دست قدر قدرتی سلطانی حاکمی مستبد خسرو خوبانی برمی‌گزیند و به رهبری و راهنمایی او قیام می‌کند، اما هرگز با آزادی دست نمی‌یابد. در این رمان مبارزه چریکی و حادثه سیاه‌کل چون یکی از این سلسله رویدادهای انتظار ظهور منجی در تاریخ ملت ما نمودار می‌شود و اهالی کهندج جایی که چریک‌ها به پاسگاه حمله می‌کنند خیلی پیشتر از اون که بهرام یکی از شخصیت‌های این رمان و دوستانش به اونجا بروند در انتظار ظهور سواری روزشماری می کنند.
در این رمان میآید بیومه از کتاب به گزارش ساواک اهالی این ده در انتظار حکومت امام زمان روزشماری میکردند و هر جمعه دو اسب و هر محل اسبی جداگانه برای استقبال از ورود احتمالیشان با گروهی مستقبل بر سر راه میفرستادند. بیومه بس تاریخ این دهکده نیز به دوره اسطوره‌ای فریدون برمیگردد، زیرا ضحاک را در غارهای مجاور آن حبس کرده بودند. اسکندر هم از آن مکان گذشته بود. به جنگاوران آن در هر جوره بنا به موقعیت هوادار گروهی می‌شدند و لباس رزم می‌پوشیدند. باز از کتاب آخرین نشانه‌های جنگاوری اعقاب این پاسبانان غار که حراست از ضحاک را بوده داشتند زمانی است که یزید ملعون سر حضرت حسین علیه السلام را می‌برد و همگی جوانان دژ لباس رزم می‌پوشند و به کربلا می‌روند و مختار ثقفی را در قیام انتقامیش مدد می‌کند. رضا دانشور در داستانی دیگر به نام هی هی جبلی قمقم که سال 1349 نوشته از زاویه دیگر باز به همین موضوع پرداخته و سرانجام تلخ طغیان‌ها و شورش‌های فردی به گروه‌های مسلحی را پیشگویی می‌کند که از افرادی اندک سازمان یافت. نویسنده که با پویان و احمدزاده دوستی ها داشته و با اونها در کار مبارزه هم صحبت بوده با بهره‌گیری از شخصیت هایی چون کلب حاجی و حسن زلفو که در قیام کلنتقی خان قصیان شرکت داشتند و از همرزمان و دوستداران او بودند این داستان را می نویسند. آدم هایی که پس از شکست جز در ذهن و خاطرهای گذشته خود زندگی نمی کنند و در نهایت واقعیت زندگی آنها را از پای در می آورد. از کتاب چند سال بعد مردم حتی اسم کلبهاجی را هم فراموش کرده بودند. حسن زلفو را هم همین. حسن زلفو در مشهد توی دکان خیاطی نشسته بود و سوزن می زد. او تنها کسی بود که فراموش بکن نبود. با وجودی که صحبتش بود تا چند سال دیگر قمر مصنوعی به آسمان بفرستند و کاری که می خواست بشود با آسمان بفرستند و صحبتش بود بمب‌هایی بسازند که تا آدم یک لا حول ولا قوت الا میگوید تمام بساط خاک در هم پیچیده شود، با تمام هر کاری که میخواست بشود حسن زلفو فراموش بکن نبود، نه به کوزدن را، نه کلونل را، نه هیجبل قمقم و این عاقبت وطن پرستی را و نه عرق لاکتاب. در نماز عشق داستان دیگری از همین مجموعه در قالب طنز و تراژیک آینه می سازد از وضعیت ما در بعد از انقلاب که می توانیم رویدادهای درون جامعه به چهرهای مردممون را در انقلاب و پس از آن با خطوطی ریز و شکل‌های در همه هندسی در آن ببینیم. این داستان نمایشی است از حوادث زندان، تبلیغ‌ها و مردم عادی، نقش پدر سالاری یا مرد سالاری در جامعه، بلاحت و عقب افتادگی من، تحقیر و سرکوب زنان، خشم و طغیان‌های فردی مردم. داستان اینجوری، زنی پیر که برای اجرای عدالت به محاکمه قاضی شرع آورده شده در آغاز این داستان به نهال خشکیده نگاه می‌کند. این نهال خشکیده پیش از خشکیدن چه نهالی بوده؟ چرا زن پیر که بعد در داستان معلوم می‌شود شوهرش را کشته به این نهال نگاه می‌کند؟ در سطرهای پایانی داستان زن پیر دختر کوری را که 16-17 ساله است در کنارش می‌بیند. دختر هوادار یکی از گروه‌های سیاسی بوده که زیر شکنجه کور شده است. دختر به او می‌گوید تباب شده پیداست. می‌گه باید چشم ظاهرم بسته می‌شد تا چشم دلم باز بشه. احتیاج به شلاق الهی داشتم. به بعد فلاکت زندگی زن پیر را انگار با چشم وجودش دیده است با جزئیات برای او بازگو می کند. زن پیر با نگاه به او می گوید الهی قربون تو نهار بادون بشم و با این حرف دستی ساقی دو نهار درون داستان را به هم وصل می کند و نهار خشکیده می شود تمثیل و راز و رمزی از زندگی مردمی که ستم به بی‌عدالتی به شکل‌های گوناگون توان بالندگی را
در وجود اونها خشکنده یا در حال خشکندن است. رضا دانشور پاره ای از وجود معترض همه ما. مایی که رویای برقراری عدالت و آزادی در ایران خواب و بیداریمون را پر کرده است. او پاره ای از وجود هنرمند و آفریننده ما نیز بود. مایی که داستان شعر می نویسیم و هنر می آفریم. پاره ای از وجود عاشق و جستجوگر ما بود برای یافتن دوست و برقراری دوستی ها. او نمرده است. این پاره های وجود زایا و زنده او، این پاره های وجود زایا و زنده او هنوز با ما و در کنار ماست. واژه های سنجیده و فکر شده او در داستان ها و نمایشنامه ها و رمان ها و جستار ها و گفتگوهای مانایش زنده است. رضا دانشور در متن درباره محمد مختاری نه تنها از او و اهمیت کار فکری او بلکه خطاب به ما نیز می نویسد زندگی و مرگ محمد مختاری مثل همه کسانی که می کوشند از این دنیا جای بهتری برای زیستن بسازند زندگی و مرگی تراژیک است که بر صحنه تاریخ معاصر اجرا می شود و می دانیم ساخت تراژدی هیچ تماشاگر قابلی را بیرون صحنه نمی گذارد و در ادامه می آورد اگر از فضا و زمان و زبان خود استعفا نداده باشیم نه تنها بین او و قاتلش که هر دو از بطن جامعه خود ما برخواستند به ناچار جایی و هر گونه جایی برای خودمون تصور میکنیم بلکه همواره در معرض این امکان هستیم که خود حامل انتظار فرهنگی باشیم که هم قاتل و هم جان باخته به شکلی اوریان اون را در عمل خود نمایش دهند. بدین گونه عرصه ذهن میتواند صحنه فراموش شده ناآگاه فکر نشده تراژدی هایی باشد که در اون مقدرات تاریخمون رقم می‌خورد و با این حرف به سخنش پایان می‌دهد که به هر حال زندگی چه کوتاه و چه دراز برای زیستنی تر شدن اون در سرمون و در خانمون نیاز و مداومی به تکرار جرمی داریم که مختاری را برای اون کشتن پس چه جای غم که پایان تراژدی سوگواری نیست تهذیب است و لذت دانایی و با این دامی که مختاری برای مرگ پهن کرده تا وقتی به ستونها به سوالهای او پاسخ نگفته باشیم این بحث ادامه دارد. وقتی به اینجا میرسم انگار صدای او را میشنوم در یکی از همون دیدارها که پیشتر از اون گفته بودم وقتی از جایش بلند شده برای که دو پک زدن به سیگار برود روی ایوان خانه حسن بن نوفر با لبخندی میگوید بله دوستم این بحث وقتی نوشته های تازه نویسنده دیگر بر پیشخوان نیاید نوبت رمزگشایی کارهاش میرسد. شناختن متن نویسنده به این معناست که خود او را کشف کنید. کشف و یافتن نویسنده به معنای رمزگشایی متن است. خواننده با خواندن نوشته زندگی آینده میدهد به نویسنده. نویسنده باید با خوانده شدن و دوباره خوانده شدن حسی داشته باشد. آقای اسفندیار دانشور داستان کوتاه آبی از رضا دانشور را برای ما می‌خواند. قبل از اینکه شروع بکنم می‌خواستم از دوست عزیز کوشیار و اصغر خیلی تشکر کنم برای برنامه و از اینکه دوستان عزیز اومدن اینجا. آره من یک داستان کوتاهی رو واسهتون میخونم. اسم این داستان هست آبی و در کتاب جدیدی که در ایران چاپ شده از پدرم به اسم هی جبل قمقم تو این مجموعه داستان هست واسهتون میخونم. داستان کوتاهیه و فقط بهتون بگم که اینم در نشر چشمه چاپ شده در تهران در 1394 یعنی امسال با کوشش دوست عزیزمون یوسف اسدیان. این داستان رو من انتخاب کردم به خاطر اینکه در حقیقت پارسال قبل از مرگش یه روز من و برادرم پیشش بودیم هنوز توی تخت مریضیش بود و
گفتش که بیان میخوام این داستان رو براتون بخونم. داستان خیلی کوتاهی بود، یه مقدار به نظر من ابستر اومد، ولی خیلی داستان به نظر من زیبایی میتونه باشه، و به خصوص اینکه در حقیقت فکر میکنم از اون داستانهایی که همینطور که کوشیار گفت نشون میده که یک نویسنده چی تو سرش میذاره و راجع به نوشتن در حقیقت به نظر من، لااقل این تعبیری که من ازش داشتم. بعد از خوندن این خیلی کوتاه یکم توضیح میدم از چند تا نکته این داستان. پیام را که دریافت کردیم بی‌معطلی راه افتادیم. هر دوتای ما زودتر از موقع می‌رسیم. باید همون دوروبرها سوراخ سنبه‌ای پیدا کنیم و پنهان شویم تا وقتش برسد. هر فصل سال هم که باشد باید با سرماگرماش بسازیم. بعد هم وانمود کنیم همون لحظه از راه رسیدیم. انتظار لحظه مناسب برای خروج از مخفیگاه یکی از سخت‌ترین مراحل کار است. قاعدتاً باید دانستن اینکه حریفم در همین نزدیکی وضعیت مشابه خود آدم دارد جنبه مسکی به ماجرا بدهد. اما این مسکه نامطمئن است و ذره‌ای هم از دلواپسی و تپیدن‌های بی‌قرار دل کم نمی‌کند. مگر زمانی که دیگر یقین کنیم این بار نیز تنها نیامدیم و حضور حریف قطعی به نظر آید. در این صورت هم وقت کافی برای تسکین خاطر از جنبه مفرع ماجرا در اختیار نیست، چون این همان لحظه مناسبی است که باید به فوریت وارد معرکه شد تا بتوان نفر اول بود. من از راه دوری میایم، گمان نمی کنم راه او هم نزدیک تر باشد. به هر حال از هر طرف که آمده باشیم فرقی نمی کنم، راه ها بسیار پر دست انداز و ناهموارند. این که از سختی راه فرسوده ایم هم چیزی است که نمی بایستی به حریف نشان داد. باید سرحال و قوی و چالاک به نظر رسید و این مسئله در انتخاب نقش مهمی دارد. آن کس که قبراغتر و سرحالتر باشد خود به خود نقش راهنما را به عهده میگیرد و از این بابت دارای نوعی اقتدار میشود. هر کدام از یک سوی خیابان ظاهر میشویم، از روبرو به هم میرسیم، دست میدهیم و در سکوت به هم خیره میشویم. از دست فشردن طولانی هم نوعی این دست فشردن طولانی هم نوعی آزمون است. سرانجام یک نفر باید کوتاه بیاید و علامتش این است که دست آزادش را بگذارد روی شانه حریف. بعد یکدیگر را در آغوش میکشیم، شانه چپ من با شانه راست او و بعد شانه راستم با شانه چپش مماس می شوند. در همین حال خورشید را می بینم که روی که هنوز از تبریزی های دور دست جایی که خیابان در دهان بیابان گم می شود دورتر است. می دانم او هم دارد از روی شانه من ماه رونده را می بیند و آن سمت دیگر خیابان را که تاریکی غلیظ افق امتداد دارد. هیچ کدام نمی دانیم این خیابان کجا بود؟ بیابان میرسد، اصلا به بیابان میرسد یا به خیابان و خیابان‌های دیگر. شاید آن کسی که در این لحظه از میان تاریکی‌های گوشه و کنار دارد نگاهمان می‌کند بداند. او به احتمال زیاد باید اهل این حوالی باشد. به این دلیل ساده که به خوبی می‌تواند در تاریک و روشن سحر حتی در ظلمانی‌ترین سایه‌سارها جابجا شود بدون اینکه هرگز بگذارد چشم یکی از ما به او بیفتد. ناگفته نماند که مهارت در این جابجا شدن‌ها محدود به هوای قبل از طلوع نیست. صلات ظهر تابستان هم باشد آنچنان خود را خوب مخفی می کند که می شود به حضورش حتی به موجودیتش شک کرد. اما هرگاه نزدیک است این شک تبدیل به یقین شود صدای سرفش را می شنویم و همین باعث تقویت گمانمان می شود که او گرچه اندکی بازیگوشانه حتی دقایق اعمال ما را نیز زیر نظر دارد. حتی گاه به این هم فکر کردیم شاید هموست که هر بار پیام میفرستد و الا چه کسی دیگری میتواند در این ناحیه دور رد آبی را زده باشد. البته هیچ دلیلی برای این گونه فرضیات در دست نیست. ما هم خود را معطل حدس و گمان نمیکنیم. آنکه زودتر به میدان آمده دست در کمر دیگری میکند، عمل به ظاهر دوستانه‌ای به قصد تثبیت مقامش به عنوان راهنما و میگوید شاید این بار بخت بلند باشد. چون بالاخره باید رقابت هم به نوبه خود جنبه رسمی بگیرد، دیگری با لحنی به قدر کافی زهرآلود به مقابله برمی‌خیزد. باید دید وقت چه کسی و برای چه چیزی. شاید به کار بردن لفظ چه چیزی و چه کسی برای آبیست که قهقهه خنده را میان سایه روشنها برمی‌انگیزد. شاید هم باز یکی از مواردی است که نمی‌توانیم از علت آن سر در آوریم. میگویم دوست عزیز، بودن هر دو نفر ما اینجا و در این لحظه دلیل کافی است که تا کنون هر دو به طور عادلانه به یک اندازه بد اقبال بودید. حریف نگاهی که توزانه به سمت که صدای خنده آمده می اندازد و با صدای بلندتر از معمول می گوید شاید هم اشخاص فضولی در این کار بی‌دخالت نیستند. دقایقی هر دو سکوت می کنند.
انتظار هر گونه پاسخی از دنیای ناشناخته سایه روشنها بیهوده است. بعید من سوی ظن حریف نسبت به کسی که جز از راه دور دخالتی در ماجرا ندارد به نظر چندان منطقی نمی‌رسد. وانگهی در مقام راهنما وظیفه دارم چیزی بگویم. ولی دوست گرامی، من بارها نزدیک شدن آبی را به قلابم حس کردم. حتی مواردی بوده است که مطمئنم آن را به دهان گرفته و پس از لحظاتی تردید رها کرده و به کار خودش رفته. تصدیق می‌کنید در چنین احوالی هیچ کس از روی خشکی، آن هم از آن فاصله‌ای که خودش را بنا کرده، نمی‌توانسته به او توصیه یا اخطاری داده باشد؟ باید قبول کنیم که بخت و اقبال در این مورد دستخوش بلحوثی‌های خود آبی است. می‌گوید پس نتیجه می‌گیریم که احتمالاً قلابتان ایبویی را داشته است. هر دو می‌دانیم این حرف مطلقاً پایه و اساس درستی ندارد، چون هر بار پیش از پرتاب قلاب‌ها آنها را به دقت بررسی می‌کنیم. این قوانین رقابت، قانون مربوط به وارسی قلاب‌های حریف، یکی از جدیدترین مواردی است که بر اصولی‌ترین مراحل کار تاکید دارد، زیرا امکان بزرگترین اشتباهات، تقلبات یا هر چیز دیگری در مورد قلاب امری است همیشه دیگر. بانک باید تصدیق کرد صید آبی اصلا ربطی به صید ماهی ندارد. مهازا همه چیز در درجه اول به قلاب‌ها مربوط می‌شود و با آنکه همه‌شان کاملاً به شکل یک علامت سوال هم‌وزن و هم‌اندازند، تفاوت‌های اساسی اما نامحسوسی در جنس و کارایشان وجود دارد که همواره باعث نگرانی است. اما از آنجا که نتیجه کار تا کنون منفی بوده است، هیچ‌وقت نتوانستیم اطمینان لازم را داشته باشیم که روز موعود، روزی که هرگز امید آمدنش را از دست ندادیم، قلاب بهتر در دست کدام یکمان خواهد بود. مطمئناً همیشه هر دو نهایت کوشش را کرده ایم تا مناسب‌ترین قلابی را که در بازار یافت می‌شود ابتیا کنیم. این است که می‌گویم درست است آدم هرگز نمی‌تواند از صمیمیت این فروشندگان مطمئن بشود. اما دوست عزیز، در اینجا پوستخند می‌زنم، با فشاری جویانه حریف هم که نمی‌شود شک کرد، می‌شود؟ او هم با همان پوستخند می‌گوید البته که خیر، اما پس بالاخره کجای کارایب دارد؟ میگویم شاید همون وقت بیابان و اشاره میکنم که دنبالم بیاد. با تکان دادن سر موافقت خود را اعلام میکند و راه میفتیم. اما اگر نقش راهنما به عهده او باشد، دیگر منتظر موافقت من نمیشود و البته این یکی از تفاوتهای بارز خلق و خوی ماست. از کوچه پس کوچه های تاریک و روشن تو در تو میگذاریم و همزمان با روشنتر شدن هوا حوض سلطان را آن سوی پل میبینیم که تصویر مسیر رنگ خورشید روی امواجش تلو تلو میخورد. قوس نازک و بلند پل در آن مه نازک صبحگاهی مثل رنگین کمانی که هر لحظه ممکن است مخفی شود دور از دسترس به نظر می‌رسد. از میان ویرانه‌هایی که پایه‌های پل را در میان گرفتند عبور می‌کنیم و همین که سرباله نرم اولیه را طی کردیم به وسط پل که بلندترین نقطه آن است می‌رسیم. آنجا چشم‌انداز به قدری فریبنده است که صد بار هم دیده باشیمش نمی‌توانیم از تحسین خودداری کنیم. میان آن چشم‌انداز حوض سلطان مثل نگین زمردین می درخشد و می دانیم میان امواج مرموزش آبی بی توجه به اشتیاقی که آن همه را ما را به سوی او کشیده در گردش است. از آن نقطه‌ای که ایستاده ایم پایه های پل را می بینیم که از هر دو سو میان ویرانه های هنوز نیمه تاریک از بقایای سحر گم شده اند و پل این حوض باریک بلند مثل اخگری به نظر می آید میان دو شب بی انتها. شیب بعدی را در سکوت مطلق طی می‌کنیم و واقعاً هیچ صدای پایی از پشت سرمان نمی‌آید. با این همه هرگز نمی‌توان از امکان حضور شخص سوم در سایه‌های اطراف غافل بود. اولین امتیاز راهنما بودن با رسیدن به کناره حوض بارز می‌شود و شاید این امتیاز که اولویت در انتخاب جای نشستن است برترین امتیاز باشد. توضیح لازم آنکه اهمیت این انتخاب نه به سبب کیفیت مکان که امتیازی است مربوط به زمان. حوض سلطان دایره عظیم است و برعکس شخص راهنما که به محض رسیدن میتواند بنشیند، حریف میبایستی نیمی از محیط دایره را دور بزند تا طبق قواعد درست به نقطه مقابل راهنما برسد و این یعنی از دست دادن زمانی طولانی و به همان میزان امکان و اقبال. البته می شود گفت در عوض برای راهنما هم این ساعت‌های انتظار و دغدغه است که به همان نسبت زودتر عوض می شود. پیش از جدا شدن راهنما قواعد طرز رفتار و راه رسم کار را برمی شود.
پیش می آید چیزی را از قلم بیاندازد و آن چیز بلکه از مهمترین چیزها باشد و آن چیز بلکه از مهمترین چیزها هم باشد. در این صورت حریف موقع را غنیمت شمرده از قلم افتادگی‌ها را گوش زد می کند. اینطور مواقع هم معمولا صدای خنده تمسخرآمیز پشت سرمان را می شنویم، بر نمی گردیم نگاه کنیم چون می دانیم بیفایده است. با آنکه اینطور تحت نظارت بودن اعتماد آدم را تضعیف می کند، می کوشیم به روی خودمان نیاوریم، اما او انگار از ترس ها و تردید های من با خبر است، چون همین به روی خود نیاوردن صدای خنده اش را بلندتر می کند. این بار هم هر دو بر می گردیم و غیر از زمین مسطحی که تا دهنه پل امتداد دارد، ویرانه هایی که هر دو پایه پل را در بر گرفتند، منظره بام های دورودست، افق بی انتهای مجهول، چیزی به چشم نمی‌آید. تمام زمانی که خورشید تنبل ولایت مثل بندبازی پیر و از نفس افتاده روی یکی یک تبریزی های خیابان بی انتها تاب می خورد و دور می شود تا در دهان تاریک بیابان یا خیابانی دیگر فرو رود، روی نیمکت رنگ ریخته ای که از فرط استعمال سیغلی و غلظان شده است می نشینیم و از بیتابی فرو خورده ای به خود می پیچیم. گاهی یک ماهی به قلاب می افتد. از کشش نخ می دانیم آبی نیست، اما برای چزاندن حریف که از دور قادر به دیدن جزئیات نیست، برمی‌خیزیم. با دل صبر قرقره را می‌چرخانیم، وارمود می‌کنیم که خیلی سنگین است. الکی به هوا می‌پریم و اگر حوصله باشد صدای خوشحالی از گلویمان در می‌آوریم، اما سرانجام ماهی بوگندو را نامیدانه پرت می‌کنیم وسط آب‌های غلیظ پرخزه و اینجاست که باید باز جور خنده تمسخرآمیز پشت سرمان را تحمل کنیم. عجیب اینجاست که اگر این صحنه مسخره همزمان برای هر دومان اتفاق افتد، با آنکه حریف در آن فاصله بعید آن سوی حوض عظیم نشسته است، باز هم هر دو همزمان آن خنده تحقیرآمیز را تحقیر خواهیم گرفت. این است که مواقعی آدم از خودش میپرسد آیا همیشه نفر چهارمی هم در کار بوده است. پیش آمده است که در این گونه لحظات به سرم بزند شیجه بروم توی حوض و تکلیفم را روشن کنم. فکر کردم اقلا معلوم می شود در این لحظه آبی در کار هست یا نه، اما خوب می دانم با این عمل نه تنها خود را بیشتر مسکه خواهم کرد، بلکه ممکن است برای همیشه در سوراخی که حوض سلطان را به آبهای ته اعماق وصل می کند فرو برم. وقتهایی هم هست که همه چیز در نوعی صلح و صفا می گذرد. تمام روز چیزی، هیچ کجا هیچ صدایی نیست، نه سرفه‌ای و نه خنده‌ای. معمولاً روزهایی که آمدنمان به هوای خوش افتاده باشد چنین است. به نظر میرسد سومی یا شاید هم چهارمی سراسر روز را برای خودش به گردش می‌راند. اینطور وقتها فکر می‌کنیم شاید با این غیاب مضاعف می‌خواهد نشان دهد عدم موفقیت ما برایش امری مسلم است، یا کل ماجرا برایش علی‌السویه است. اما طبعاً قضاوت کسی که حتی موجودیتش هم مبهم است تأثیری در اراده ما ندارد. نشسته ایم و تکان نمی خوریم تا قلابمان به چیزی وصل شود. شاید این بار آبی باشد. تا کنون هر کدام ما چند بار او را میان امواج دیده ایم. حتی گاه به نظر آمده دارد ما را نگاه می کنیم. چه دلیلی محکمتر از این نگاه ها که سرانجام روزی آبی از آن ما خواهد بود؟ یکی از ما. خیلی کوتاه با این برخیر این داستان به نظر من خیلی ابستره اومد، ولی در حقیقت من برداشت خودم رو خیلی در چند نقطه بگم. در اینجا یک فضای انتزاعی یا ابستره می‌بینیم. به نظر می‌رسه که این داستان در حقیقت آلگوری یا تمثیلی باشه که نوبت روند نوشتن و کار خلاقیت رو نشون میده، یعنی به این نوعی کار خیلی شخصی به نظر من هست، یه کار خیلی انتیمیست از نویسنده. حالا نکته های تمثیلی که من اینجا پیدا کردم در حقیقت سه بخش هستند: شخصیت ها هستند، مکان ها و زمان. شخصیت ها اینجا ما چهار نفر میبینیم، چهار تا شخصیت به هر حال، یکی من، یکی حریف، یکی آبی و کسی که بهش میگن اهل این حوالی. من فکر میکنم اینجا به هر حال من و حریف میتونن دو تا هنرمند یا دو تا نویسنده باشن. البته اینا به صورت خیلی قرینه‌ای با هم کار میکنن، توی فضاها هم اینو میشه دید.
از توی خیابون اومدن یک طرف یکی از یک طرف خیابون میاد یکی از یک طرف دیگه صحنه تقریبا مثل فیلم های وسترن میمونه از روی شونه هم دیگه نگاه میکنن یکی ماه رو میبینه یکی خورشید رو میبینه یه جور بازی با آینه در حقیقت آبی اینجا در حقیقت یاد ماهی آدم میتونه بندازه و در حقیقت ماهیگیری شکار ولی میتونه اینجا در حقیقت سمبل شاهکار یا موفقیت بزرگ در نوشتن میتونه باشه یا حتی به این ارضای کامل شخصی نویسنده و خلاق اهل این حوالی اینجا علاوه تمثیل به نظر من آگاهیه در حقیقت پرسوناجی که میخنده دائم میخنده به این نویسنده یا این شخصی که میره برای شکار یا ماهیگیری خیلی ایده که به نظر من اومد به نظرم خیلی میتونه تطبیق بکنه اینجا از دید فرویدی میتونیم بگیم که این در حقیقت میتونه هر سه تا پرسوناژ در حقیقت هر چهار تا یه نفر باشن یعنی در حقیقت تمام اینا فکر یه نفره میتونیم بگیم من برتر و اون چیزی که فروید میگه آن من میتونه خود نویسنده باشه یا حریفش من برتر اینجا اون صدایه و آن در حقیقت اون خواستار عمیقه در حقیقت آن چیزی که انگلیسی بهش میگن ایت برحال همه اینا میتونه خود فکرهای نویسنده باشه بعد مکانها اینجا استفاده از سمبول خیلی زیاده و چیزی که میگیم استعاره برحال فضای مبهم و خالیست فضا خیلی سورئالیستیه ابستره مثل خواب میمونه و شاید یه مقدار یاد فضای بکت نویسنده فرانسه و انگلیسی ما نمیزه محل ملاقات یک سرزمینه در حقیقت چیزی که میگیم میشنویم یک خرابه و محل رقابت میتونه اون تمثیل یک زندگی روزمره باشه بعد محل دیگه پله پل سمبل محل گذره از یک دنیا به یک دنیای دیگه میتونه از دنیای روزمره باشه به طرف دنیای ایدئال یا ایده سمبل دیگه پل نقطه فرازه نقطه‌ای که از بالاش میتونه یک نفر همه فضا رو زیر دید داشته باشه و ببینه نقطه فراز خیلی تو ادبیات طبیعتاً استفاده میشه برای نشون دادن پوزیشن خاص و جای خاص نویسنده یا خلاق و بعد پوز سلطان رو داریم که اون طرف پله که در حقیقت جوی سمبل زندگی واقعی و جاودانگیه و محل شکار جایی که آبی در اونجا هست زمانها یک کمی کمپلکس پیچیده تره تا فضاها به نظر من زمان دیدن حریف چند تا زمان ما اینجا میبینیم زمان دیدن حریف زمان شکار زمان دیدن حریف در حقیقت یه جور استراب رو نشون میده اینجا خلاق یا پرسوناژ من میاد وسط میدون و حالت استراب بره میگه هر دوتا ما زودتر از موقع میرسیم عجله داره که سریع برسه این نشون دهنده زمانی که میگذره حسی که از دست دادن زمان است میگه پیام را که دریافت کردیم بی معطلی راه افتادیم پیام میتونه اینجا اینسپیریشن باشه به فارسی چی میگه الهام مثلا زمان شکار وجود داره که صبح زوده اینجا نویسنده یک شکارچی یک ماهیگیره و اینجا شکار که در حقیقت شکارچی بودن یه جوری شغل پرسوناژ رو نشون میده یه ضرورت هویتیه یعنی نمیتونه شکارچی نباشه بنابراین این حس یه جورایی هم در حقیقت نویسنده یا خلاق یا پرسوناژ رو زندانی میکنه توی نقش خودش در این نقشه که در حقیقت زجر و انتظار ما حس میکنیم وقتی میگه خنده مسخره آمیز اهل اهالی و معذب بودنشون نشون میده میگه روی نیمکت مینشینیم و از بیتابی فروخوردهی به خود میپیچیم در حقیقت خودش و حریف هر دوتا که یک نفر هستن در این حال اینا یه جور حالت زجر دارن توی موقعیتی که هر دوتا توش خودشون رو میبینن سه تا زمان اینجا هست زمان شکارچی و رقابت زمان آگاهی و زمان فراغت خیلی کوتاه بگم زمان شکارچی زمان من زمان حریف صبح زود و گذشتن از پر زمان آگاهی زمان این اهالی این حوالی این در حقیقت یک موجودیه که میخنده
و ما نمیدونیم کیه، فقط میتونیم حس بکنیم که این صدای صدای بی زمانه، یعنی انتامپورل، از زمان فرار زمانه، میتونه زمان آگاهی باشه، زمان کانسیانس باشه، زمان پسیکولوژی باشه و زمان کار خلاقیت که اونم در حقیقت به عنوان هر شاهکار هنری از فضا و زمان میگذره. آخر داستان، آخرین زمانی که پیدا کردم زمان فراغت هستش و فراغت میگم، زمانی بی دغدغه، زمان فرار، در حقیقت زمان فرار از زمان، زمان فرار از آگاهی، زمان غیاب و صلح و صفا، اینجوری که خودش میگه. ولی میدونیم که اینجا این زمان و خودش میدونه که این زمان زمان غیر واقعیه، چرا که صدای خنده دوباره او رو به زمان آگاهی در حقیقت برمیگردونه. و جمله آخر میگه که بعد یک لحظه من جمله آخر دوباره میگه که چه دلیلی محکمتر از این نگاه ها که سرانجام روزی آبی از آن ما خواهد بود، یکی از ما، دلیل محکمتر از این. اینجا فکر میکنم که آدم میتونه خودش سوال بکنه که آیا این آگاهی نویسنده خودش به طرف جنون میره یا نه، به خاطر اینکه آگاهی در حقیقت دلیل و راسیونالیته رو جلو میذاره. ولی میگه که چه دلیلی محکمتر از این که نگاه آبی، این آبی که به هر حال خیلی مجهوله و نمیدونیم چه و دنبال شکار این قضیه میره، این دفعه این آبیه که اون رو نگاه میکنه و با این نگاهش در حقیقت این وسوسه تا حد اوبسیسیون میره و میتونه آدم با خودش سوال بکنه که آیا اینجا شکارچی خودش شکار نیست؟ من دیگران. اما از همین داستان، از کوچه پس کوچه های تاریخ روشن تو در تو میگذریم و همزمان با روشنتر شدن هوا حوض سلطان را آن سوی پل میبینیم که تصویر مسیح رنگ خورشید روی امواجش تلو تلو میخورد. حوض نازک و بلند پل در آن مه نازک صبحگاهی مثل رنگین کمانی که هر لحظه ممکن است محو شود دور از دسترس به نظر میرسد. تراش درخشان و الماس مصر. آقای حمید دانشور نوشته منتشر نشده ای از رضا دانشور برای ما. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دم مرگ چون آتش هولناک ندارد به برنا و فرتوت باک. در این جای رفتن نجای درنگ بر اسب فنا گر کشد مرگ تنگ. چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چوی در بدان نیست برگ. به پیری در آن کوش چون بگذری سرانجام نیکی بر خود بری. با سلام به همگی، چیزی که دست منه نقلی از شاهنامه است. رضا برادرم سخت مشغول نوشتن بود و اینا، منم باید از طرفی برای تز دانشگاه یک نقل میگفتم. چندین سال پیش در مورد تاریخ نقل و نقالی در ایران استادان از من خواستن که آقا تو که بازیگر تئاتری یه نقل هم برام بگو. من از نقل از کجا گیر بیارم خارج از کشور؟ سراغ نقل ها اینا رفتم، دیدم به درد جماعت خارج از کشور نمیخوره. سراغ چند نفر دیگه هم رفتم، دیدم که اون چیزی که به من دادن یه سخنرانی بود و تحقیق بود و متنای زیبا.
رضا میگه من کار دارم. بالاخره یه روز چون خوشبختانه خونهش نزدیک من بود زنگ زد و بیا. این از این لحظه میگم که من رفتم اونجا، ما شاگردمون یه کاری بکن تو استاد ما. یعنی سیگار میکشید قدر میزد میگفت من مشق میدونشتم. شد 40 صفحه در 2 جلسه. خب این 1730 بیته. من 10 دقیقه وقت دارم. داستان رستم و سهرابه که میدونید. بعضی از دوستان برادران میگن آقا این بسید نقالی بگو. اینجا من برای نقالی نیومدم الان میشه. هدفم اینه که نوشته رضا رو در رابطه با نقل و نقالی، اینکه چطور نظم رو به نثر مینویسه و چقدر نزدیک به ابیات فردوسی و چقدر این پوئزیه، برام زیبا بود. گفتم بیام قسمتهایی رو از اون با هم دیگه تصویر کنم. بنابراین من سعی میکنم قسمتهایی از این رو بخونم. برای من نوشتن تومارخانی. تومار میدونید که دست نوشته های نقالان بود که موقع میگفتن و میدادن به شاگردانشون، شاگردانشون میدادن به شاگردهای بدی و همینشون میچرخید که امروزه متاسفانه خبر از اینا نیست. داستان رستم و سهراب رو من در چند خط میگم. رستمی که میاد بیرون به طرف شکارگاه میره، گورخری شکار میکنه، اینجا بریون میکنه و میخوره و میخوابه، رخش تو مرغزاره، تورانی ها میان رخش رو بگیرن، درگیری رخش و تورانی هاست. رستم به دنبال اسب میره به سمنگان، اونجا مهمون شاه سمنگانه، شب اونجا میمونه، دختر شاه سمنگان تحمیله میاد به بارینش نیمه شب و به هر حال قبول میکنه. اون شب با هم دیگه هم بستر میشن و نطفه سهراب بسته میشه. رستم میخواد بره، مهره به تحمیله میده، میگه اگر دختر بود به گیسی و یه اون بر به دوز وریدون که زختر آمد پسر، ببندش به بازو نشان پدر. مهره رو میگه به بازوش که موقعی که سهراب کشته میشه این مهره رو میده به پدر، میگه اونجا میفهمه که این پسر خودش بوده. و بعد دنبال رفتن سهراب، دنبال پدر رفتن که وارد خاک ایران میشه، دژها رو از هم میپاشونه و به هم میریزه و خراب میکنه و بیرون میکنه، پدر رو میخواد پیدا کنه، میرسه به گرد آفرید. گرد آفرید دختر رزمجوییه که میره ای دادی بیداد تمام پهلوانا رو این از بین برد و اینا کلاخود میذاره و میاد به جنگش، که من اینا رو میگم حالا توی متن. و بعد که میگه که حالا که دژ و همیشه دستت رو ول کن بیا آشتی کنیم، گولش میزنه سهراب و میره تو دژ و بعد شروع میکنه مسخره کردن که ای ترک برگرد برو سر جات. اونجاست که باز میخواد به خاک احسان کنه، اون عصبانی میشه و به خشم میاد و اینا. تصویر صحنه جنگ، تصویر سیاه و سیاهی جنگ که میگه. و بالاخره ایرونی ها تصمیم میگن که یه قاصد رو بفرستن به شاه وقت کاووس. بقیهش رو نمیگم چون وقت میگیره. الان میرم همین قسمت هایی گفتم به طور مختصر بگم. روزی از روزهای این روزگار کهنه است که نه اولش پیداست و نه آخرش. خورشید همیشگی در اومده، روز همیشگی شروع شده. سرزمین سیستان در آرامش و نعمت سر از خواب بلند میکنه. صدای زنگوله گله میاد که رو سینه کش تپه روبرو آروم میچرن. بی خبر از این که گرگ اجل یکا و یک از این گله میبرد. این گله را نگر که چه آسوده میچرد. آسمون صاف و درخشونه، اما دل رستم مثل دود تیره است. آهی بی سبب از گلوی جهان پرگون در میاد. گاهی دل بی سببی میگیره. سبب اما همیشه هست. تو غافلی، سبب جای دیگه است. بعضی روزا هست که تقدیر مقدر حیات برات سنگین میشه. رشته های وصلت به هستی دوروبر از دست در میره. یک جمله میگی دلت گرفته، بی خودی گرفته. بازی عجیبیه. الغرض روزیه که رستم غمی بود دلش، صدای شیعه رخش میاد، ساز نخجیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. باستری هنوز پرخواب، رفیق راه و رزمش رو زین و برد میکنه، پا در رکاب راهی مرز تورون میشه. قلمروی خاندان رستم کنار مرز تورون. رستم مرزبان ایران زمینه. این خاندان قرن هاست مثل صد سکندر جلوی دشمن ایستادن. شرارت دم این مرزبا میمونه، قدم از قدم نمیتونه برداره. اما امروز مرزهای جان این پهلوان
دست خوش هجوم لشکر غم شده. سوارهای سیاه پیش و سیاه نقاب که معلوم نیست از کجای سرزمین ما خوری ها میجوشن و تاخ میارن. مالی خوری ها کجا بوده برادر من؟ تقدیره، تقدیره که هر لحظه به شکل بطی ایار در آمد. هر کار کوچک و بزرگی که از آدم سر میزنه یک رشته بی پایان عواقب شاد و ناشاد به بار میاره. شاد و ناشاد اما به هر حال همیشه معما. سوی مرز توران چو بنهاد روی، چو شید دژآگاه نخجیر جوی، چو نزدیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر همه گور پر از گور دید. اینجا همون وقتی که گور رو شکار میکنه میخوابه، از اون طرف رخش تو مرغزاره. بخفت و براسود از روزگار، چمان و چران رخش در مرغزار. این قسمت برام جالب بود که چطوری ما هیچ، من شخصا اینجا بیدم کسی از رخش رستم تصویری به ما بده. این رخش رستم دیدیم خال خالی رو چهرش بوده، روی بدنش بوده و اینها، بیش از این من جایی نشیدم. از اون طرف یه گروه سوار تورانی دارن گشت میدن، چشمشون به جای سم رخش میفته. یا للعجب این کدوم مرکبی که ضرب سمش سنگ و ترکونده. دل خاک و یک وجب مردونه شگفته، آهسته رد پای اسب رو میگیرن تا میرسن به رخش که مثل نهنگی وسط امواج شب در به خیال خوش داره میچره. فر و جلال رخش چشم تورانیان رو خیره میکنه و چشم خون ریزش دل شیرم آب میکنه و بادی که از منخرهش بیرون میزنه بنای غرور مرد جنگی رو. با یالش زیبایی گیسوی دختران خلخ و تاتار رو به چشم دل ناچیز، سر و گردنش عزت و عزت سر و به باد میده. ساق و سم باریکش خبر از سرعت سرسر، ران و شانه و پشت چون مارهای تراشیده از سنگ سماق. صاف و ستبر و سیغلی به هم پیچیده و از گذرگاه باریک کمر به کتفهای ستبر میرسند. یک قلم این مرکب، مرکب جنگجویست آسمانی که از دشتهای خورشید آمده. هیچ تنابندهی رو لیاقت سواریش نیست، دل خام آده میزاد اما شکار آزه. تورانیون رو تمع برمیداره و خیال شیرینکاری، نزدیک میشن که حیوان رو بگیرن که شاخشی اولناک شروع شد. از تورانیان ستن کشته شد مهتر و ارجمند، نیامد سر رخش جنگی ببند. یکی را به زخم کرد، زخم لگد کرد پس، یکی را سر از تن به دندان بخست. این تموم میشه، میرسیم اینجور ادامه داریم، میرسیم به اینقدر زیباست هم اینجاش، میرسیم اونجایی که رسیده به شهر سمنگان و ادعا میکنه که رخشم برسون بیت معروف کشنیم گلی پشت به زین و گهی زین به پشت، همینجاست. زین رو برمیداره و میره به طرف شاه سمنگان. شاه سمنگان که مهمان من باش، اون شب میمونه، مشروب خوری و باده و میوه‌ساری تموم میشه. شب میره به خوابگاهش که صدای در خوابگاه میاد، تخمین است. چو انباز او گشت با او براز، ببود آن شب تیر دیر و دراز. چو خورشید تابان ز چرخ بلند، همی خواست افکند رخشان کمند. به بازوی رستم یکی مهره بود، که اون مهره اندر جهان شهره بود. مهره رو میده به اون بانوی شبانه، به اون بهشت ناگهان که ایزد ممنون نصیبش کرده، به اون باغ جادوی عشق که طلسمشو به پای رستم خورد کرده و بهرش و ارزونی اقبال پهلوان. میگه بانو این شب ما بالاخره سحر میشه و این خواب با سرزدن خورشید چون بخاری در آفتاب روز ناپیدا. فردا راه و وظیفه رستم و صدا میزنن و فراخ در سراسر دشت های سمنگان و سیستان خیمه های تاریکشو برپا میکنه. پس این مهره رو به یادگار نگه میدارید تا از این شب فرخنده، اگر دختر آرد تو را روزگار، بگیر و بگی سوی او بر بدوز، ولی اون که آید زخم در پسر، ببندش به بازو نشان پدر. رستم میره، تهمینه از پشت پنجره بلند به سوار نگاه میکنه تا قبار مرکبش به سینه صحرا گم میشه. او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم میرود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. درد فراق سخته اما دل آدمیزاد برادر من محل فراموشی است. این عقربه های ساعت که میبینی تیک و تاک واسه خودشون لیلی میکنن و پشت سر هم از جلو چشم آدم میان و میرن، بهترین مرهم زخم های دلن، گرچه خودشون زخم ها میزنن علاج ناپذیر.
زخم‌های فطور تن، زخم‌های سن و سال، درد بی‌درمون، مرگ، امار جان در هر چیزی را امایست، اما این زمانی می‌ترحم چیه؟ این یواش یواش سفید شدن مو، سوز شدن دست و پا و حافظه و ورود قافله قافله، ای و علت چجور امایی رو برمیداره؟ اماش زنجیری بی سر و ته حوادث زد و نقیزه، حوادثی که شاید اگر در باطنشون معقول و یک رویان لااقل به چشم سر زد و نقیز میان. از این ور پیری، از اون ور مرگ، از این ور زایش، از اون ور زمستونه، از اون ور بهار. تو همین قصه خودمون تخم فراق و جرسومه مرگ همزمان با نطفه سهراب بسته میشه. خیلی خوب، سهراب به دنیا آمده، به دنبال پدر داره میره، میرسه، من اینجور برق میزنم، میرسه به حجیر. حجیر تمام دژها را چیز کرده، دارون کرده، آخرین دژ، دژ سپیده. حجیر از پهلوانان عهد منوچهره، اونجا نشسته، کسی تابال حریفش نبوده. یه خورده رجزخونی میکنم، به یک چشم زدنی حجیر رو دستگیر میکنه. حجیر دستگیر شده، خبر اسارت حجیر از نهاد ساکنان دژ سپید برمیاد. سالار جنگی مردم که دست و پا بسته اسیر دیگه از کی کاری برمیاد. زنی بود برسان گرد سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. دختر گژدهم کجا نام او بود گرد آفرید، زمانه ز مادر چنون نافرید. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لاله رنگش به کردار قید. بپوشید در سواران جنگ، نبودند در اون کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پایی به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. اگر چاه گردنده اختر کشد، زهر اختری لشکری بر کشد. به گرز گران بشکنم لشکرش، پراکنده سازم به هر کشورش. آی کجایید گردان و جنگاوران توران، تا ضرب شست سوار جنگی رو بچشید؟ پس کون دلیل کار آزموده ای که از چم و خم کمندم جون سالم به در برده؟ کجاست شمشیر زن شاگفت دستی که چشمش از شمشیر من خیره نشه؟ حریفی اگر هست خوش اومد، مرد میدونی اگر هست این میدون و سوار دلداری اگر هست بیاد تا بگردیم که دلم هوای هم گردش داره. چو سهراب شیر و ژن او را بدید، بخندید و لب را به دندون گزید. چون این گفت که آمد دگر بار گور، به دام خداوند شمشیر و زور. سهراب خفتان شکوشید، یک خود سبک چینی به سر، چون باد سرسر به پشت اسب و چشم هم زدنی برابر گرد آفرید حاضر. گرد آفرید غرق در آهن و پولاد، به کلاه خود نقاب دار سر و رو پوشونده، اندام چون درختی آینه کاری، سر پا پا در جرشن درخشان. معلوم نیست آدمیزاده یا خود ستاره بهرام، یا خود ستاره بهرام که برای خون ریزی قدم به روی خاک نهاده. چشمش که میفته به سهراب، کمون رو بر سر دست میبره، تیر در چله کمون از چپ و راست سهراب رو به تیربارون میگیره. یل جوان از چابک دستی و سرعت دست این تیرانداز خوفناک خیره مونده، حرکت دست دیده نمیشه. پشت سر هم صدای سفیر زه کمانه که میاد، انگار گرد آفرید روی زمین به یک رقص جادوگرانه مشغوله. دست که میره پشت تیر ور میداره، به کمون میذاره، کمر میچرخه، بغل با میشه، صدای وینگست مرگابر زه میاد. هنوز صدا در گوش سهراب تنین میاندازه که بغل حریف بسته میشه، کمر دوباره راست میکنه، دست به تیردان پلک میزنه، دوباره صدای زه و صوت مرگ که از کنار گوشش رد میشه. یا للعجب، این مخلوق آدمیزاد یا خود اهریمن؟ سهراب کلافه است، عرق شرب و خشم از زیر ترگ چینی سرازیر، سپر بر سر آورد و بنهاد رو به نزدیک آن دختر جنگجو. بالاخره عیاری از رزومات و آیین جنگه. دختر عیار تمام عیاره، چشم میندازه تو چشم سهراب. حالا اصلا دیگه نمیتازن، ایستادن نفس نفس میزنن، شاید هم دارن سر کله هم رو میکنن، شاید هم از بیقراری سام بزنین میکنن. حتما اسب سهراب بیقرار تله، دو سوار نیمه چرخیده روی زین، رو در رو. دست سهراب انگار به مدد کمان درازتر شده و اندام رعنای دختر جنگجو رو در آغوش گرفته. نسیم یال اسبها رو تکون میده، زلف دختر رو پریشون میکنه، میخزه به پشت مهره سهراب و میلرزوندش. دختر رو دسته ابروان رو باز میکنه، آفتاب میفته به رواق منظر چشم.
دختر لبها رو نیمه باز میکنه، چراغ دندونها لبهای شیرین و فریبکارش رو منور کرده، خورشید به تاریکی چشمهای ظلمانی شعله‌های سیاه داده، پهلوان پیروز خلع سلاحه، حالا وقتش دختر حمله عیاری رو شروع کنه، سرش رو تکون میده، باد از ابر گیسوش عبیرآمیز گریبانش رو باز میکنه، میذاره تا شونه‌های زره فرو افتند و گردن و سینه تا کمر خطوط رعنایی رو به سهراب آشکار کنند. به خنده مکر منظر رو تکمیل میکنه و صداش گرمتر از گرمای زور بلند میشه که ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر، دو لشکر نظاره بر این جنگ ما، بین گرز و شمشیر و آهنگ ما، کنون من گشاده چنین روی و مو، سپاه تو گردد پر از گفته رو. خب اینجا جنگ آخر جنگ، موهای گردآفرید افتاده، روز سهراب تاریک شده و عاشق دختر میگه بهتره دیگه جنگ نکنیم، از در آشتی با هم در بیاییم، گولش میزنه و دختر میره توی دژ و شروع میکنه بهش پرخاش کردن که چنین بود و روزی نبود از من، کس از پهلوانان بدین درد غمگین مکن خیشتن، جوان عزیز همچی که خبر به شاه کاووس و رستم برسه میان سر وقت، طاقت رستمو نداری، یک نفر از سپاه زنده نمیمونه، تا دیر نشده راه تو بگیر و برگرد بخونه و الا تو را بهتر آید که فرمان کنی، رخ نام بر سوی توران کنی. بهش میگه برگرد برو پی کارتو، تو این ما با ترکا کاری نداریم، که اینجا میگه چنین گفت که امروز بیگاه گشت، ز پیکارمان دست کوتاه گشت، برآرم به شبگیر از این باره گرد، ببینند آسیب روز نبرد، چو فردا برآید بلند آفتاب، سر اسب رو برمیگردونه به طرف اردوگاه، جانش لانه زنبور شب رو به دندون میجوبه، تا آفتاب کینه افق خونبار عشق رو به زخم بزنه. اینجا دیگه تمامش میکنیم، ظلمت سر تا سر گیتی رو ظلمت گرفته، بر تمام دلها ظلمت نشسته، چند مشعل در خیام لشکر توران، خلوارهای آتش پاسداران که مثل چشم دیوان جای جای شب رو سرخ‌تاب میکنه، چند چراغ زرد در روزنه‌های دور دست دژ، سایه دژ شب رو غلیظتر کرده، لشکر گرگ و کفتار و سگ و شغال ریختن روی اجساد دوربر و دژ، صدای وحوش بند آدم رو میسونه، سهراب به تب و تاب فردا سر به بالین میذاره، چی خواب میبینه؟ خدا عالمه، شاید خواب دختری که خواب از چشش گرفته، چطور میبیندش؟ شاید لحظه‌ای به مهر، لحظه‌ای به خشم، گجده سهراب و به خواب رها کن، برو سراغ سپید دژ که به کارزار فردا کارش زاره. شب شولای شعبده های سیاهش رو بر سر دژ کشیده بود و آدمیانی که از مرگ می گریختند در دالون های تو در توی زیر زمین از عرصه جنگی بی فرجام می گریختند، دیگران در خواب بودند، اما خواب سهراب پر از جانوران موزی استراب بود، ذره ذره جانش ذره ذره شب رو جوید و جویده شد تا سپیده سرخ چهره انگشتان هنابستش را به کش و قوس نگاهی در افق پهناور گشود، شیپورهای آماده باش در لشکر توران به صدا در آمدند و جنب جوش مرگ بار و پر هراس آغاز شد، ساعتی نگذشته بود که سهراب لشکر خون آشامش رو به دروازه های دژ رسانید، در بازه و جا تره و بچه نیست، غیر از تعدادی کسه و دهخان کسی باقی نمونده، خون در کاسه سر سردار جوان میجوشه، مثل باد مضطرب تو کوچه پس کوچه های دژ میتازه، سواره وارد خونه های اربابی میشه، با اسب تالارها و اتاق ها عبور میکنه، پرده های حریر رو از جا میکنه، تخت های مجلل رو زیر پای اسبش خرد میکنه، آویزه های غرور رو از سقف های بلند به کمند چون مار پیچانش از جا میکنه، سبد های شراب و ضرب گرز در هم میشکنه و خون رز رو روی قالی های قیمتی جاری میکنه، میل ویران کردن و کشتن و سوزاندن پیکرش رو مشتعل کرده، اما این همه گردآفرید نمیشه، گردآفرید ستمگر ستمکاری رو به نهایت رسونده و رفته برای ابد، رفته براش خبر میارن که راه مخفی دژ رو پیدا کردن، اما این راه به قدری پیچیده و تو در توست که اگه رمز شناخته نشه یک لشکر میونش گم میشه، ای دل غافل کار از دست رفته، پای دل به گل نشسته و بخت جنگ فعلا بسته است،
اجالتا همینجا لنگر میندازیم و سنگر میبندیم. جای مناسبیه برای مقابله با لشکر ایرانیان و جای مناسبیه برای مقابله با لشکر خیار. آهای مخبران سپاه، خانه گردآفرید کجاست؟ حفره های چشم خانه خالی است، در بزرگ ورودی به زخم نیم باز، راه روها تاریک و دنگال، اما بوی عود و عبیر و عطرهای کاشان سر سردار جوان را به دور دست های ناشناس میبره. سردار در این خانه مستقر میشه، دیدبانان به هوش، قراولان بیدار، شب پر از تهدیده، باید منتظر ایرانیان بود. سران ندارد امشب که برآید آفتابی، قاصد خسته سپیدش به پایتخت میرسه، پیکرش تکیده، همه گوش تنش به راه ریخته، پوستش رو باران و باد و آفتاب تیماج ترک ترک سوخته مبدل کرده، که به هر تکان اسب از هم وادرید و به خون نشسته. قاصدی بود سنگ پیکر، دستانش سنگ، لبهاش سنگ، تا دروازه بزرگ کاخ کیان تاخت و پیش از آنکه به پای قراول درغلته، یک صدا از حلقومش در آمد: کاووس شاه! دقایقی بعد کاووس شهریار سرزمین های پهناور، پهناور ایران، مهر از نامه برگرفت و دم به دم رنگ باخت. دقایقی بعد تر شاه مرده سفید رنگ شد و سکوت بر کهکشان افتاد. روایت و اجرای عالی. آن لحظه بنیادی لحظه است که آدمیزاد از یک مرحله مهم زندگیش عبور می‌کند. به یک معنی لحظه مرگ و زندگی است. لحظه است که یا گذشته را به آینده‌ای که دارد شکل می‌گیرد وصل می‌کند و یا به کلی منحدرش می‌کند. عزیمتگاهی است که بعد از آن یا مسیری که پیش رو داریم ادامه می‌یابد یا داستان زندگیمان به کلی عوض می‌شود و معلوم نیست چه داستان دیگری جایش را بگیرد. گاه در این گونه لحظه‌ها انسان بالغ می‌شود و از رهگذر این بلوغ به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کند و گاه برای تمام او سهم او از تجربه‌هایش تنها طعم شکست خواهد بود. تکه‌ای گفت‌آور از یک خاطره‌نویس دانشوری از بردیا دانشور. موضوع گفتاره من، گفتاره امشب من داستان، یک داستان کوتاه رضا دانشور به کسی نگو. من کجا رفتم؟ بلندتر. کاری که من امشب میخوام بکنم، من میخوام موضوع اصلی داستان رو خیلی کوتاه بگیرم که به نظر من مرگه تو این داستان، و توضیح بدم که چجوری این مرگ تو داستان شکل میگیره و چجوری در از چارچوب این مرگ چه ربطی داره به چارچوب خود داستان. بعد بگم که من خودم پروسه آنالیز این داستان برام خیلی جالب بود، چون من فارسی بلد نیستم بخونم یا بنویسم، این تکست هم که دارم به هلندی دارم ترجمه کنم، برمی خیلی جالب بود و یه چیز جدید بود برام. نه که فقط هم اولین داستان بود که من زمون روشکایی کم کار کردم و اولین داستانی بود، تکستی بود که بدون اینکه تکست رو بتونم بخونم آنالیز کردم. حالا ببینیم چجوری شده. حالا قبل از اینکه با آنالیز شروع کنم، خیلی کوتاه یک خلاصه داستان میگم. راوی داستان خودش پرسوناژ اصلی داستانه، یه مرد ایرانی که توی آمریکا زندگی میکنه و یک شبی در میزنن و موقعی که در وام کنه میبینه که زن همسایه که جلو در واسطه. اسم این خانوم هست اورسولا سالیوان، ولی خود راوی بهش یو اس میگه، اسمشو میذاره، یعنی یو اس میگه. وقتی که دعوتش میکنه که بیاد تو، این خانوم میاد تو و میشینه و به راوی، یو اس به راوی میگه که دوست پسرم به اسم ریموند منو ول کرده و رفته و
بعد یه گفتگوی اینا با هم دارن و بعدش هم داستان تموم میشه که همدیگر بغل میکنن و میره و توی داستان آخر داستان معلوم میشه برای ما خواننده که یو اس ریموند رو کشته. همونطوری که گفتم موضوع اصلی داستان به نظر من اینجا مرگه و اول داستان در شروع داستان این واضح و دیده میشه. قبل از اینکه هنوز یو اس بیاد به خونه راوی، راوی صدایی میشنوه که صدای پاسایی هستن که از کانادا اومدن به آمریکا و از خستگی میفتن توی آب یه دریاچه روبروی خونهش و میمیرن. بعد اینجا راوی یک سوال خیلی مهمی به نظر من از خودش میکنه و این سوال است که چرا بعضی از این قاس ها میمیرن و بعضی ها نمیمیرن. دست اهمیت و جالبی این سوال توی پاسخش نیست، چون آخر داستان این پاسخ رو میده خود راوی که موقعی که هست که قازایی که اون جلو پرواز میکنن بیشتر باد بهشون میخوره، بیشتر خسته میشن و زودتر میمیرن. چیزی که برای من جالب بود در این سال این بود که برای اولین بار در داستان اینجا ما مرگ رو میبینیم و جوری که ما مرگ رو میبینیم در یه رابطه، و این رابطه اولش بین یک گروه قاس ها که میمیرن و گروه قاس ها که نمیمیرن. از اینجا به بعد به نظر من رابطه و ارتباط کلید این داستانه به نظر من، و این رابطه یک بخش اخلاقی هم داره. منظورم اینه که از یک ور رابطه در از چارچوبه‌ای که توی داستان معنی از توش در میاد، یعنی وقتی که خود راوی به دنیا نگاه میکنه توی چارچوبه رابطه با چیزها معنی های چیزها رو در میاره، و از یه طرف هم دیگه همونطوری گفتم یک بخش اخلاقی داره که توی خود داستان به شکل رابطه یو اس و ریموند و شوهر و زنه قبلیشون گفته میشه. این کلید رابطه به نظر من چارچوب خود این داستانه و خیلی ربط داره به طنز و جوری که راوی طنز رو استفاده میکنه و زیبایی و چیزهای دیگه، ولی خب الان من به اونها خیلی کاری ندارم و میریم به آخر داستان که این آخر داستان دوباره به نظر من اهمیت این چارچوب رابطه ای که توی داستان هست دوباره گفته میشه. خود راوی به نظر میاد که برای خود راوی رابطه ها خیلی مهم نیستن. خیلی اخباری که و رپورتاجی که روی تلویزیون خیلی براش مهم نیست. به جز یو اس و ریموند دو تا آشنای دیگه داره به اسم آنجلا و افت سادات و اینا رو باید به خاطر یه دلیل کاری زنگ بزنه بهشون، ولی اصلا حوصله‌شون نداره، نمیخواد باشون حرف بزنه. خیلی رابطه براش مهم نیست. حتی رابطهش با یو اس و ریموند هم خیلی خوب نیست. یعنی خیلی وقتا حرفاشون رو نمیفهمه به خاطر زبان انگلیسی. راجب زن قبلی ریموند و بچه‌ای که اون زن داشته هیچی نمیدونه. راجب مریضی برادر و پدر یوس هم هیچی نمیدونه. خیلی خوبم بهشون گوش نمیده. خیلی معلوم شه که خیلی براش اینجور چیزا مهم نیست. ولی یک کار جالب که میشه این آخر داستان اینه که در اصل راوی مجبور میشه که یه رابطه ایجاد کنه و جایی که این میشه اینه که جایی که یو اس دو تا سوال ازش میپرسه که بنظرم دو سوال خیلی مهمه. یکی سوال اینه که وقتی که پا میشه که بره راوی بهش میگه که بشین، هنوز نرو اونجا، نرو. این موقعی که یو اس اولین سوال مهمو میگه میپرسه ازش که از همه ایرانی ها مثل تو مهربونن، و موقعی که این میره و بغلش میکنه ازش میپرسه که تو یک جوان مردی، مثل همون سوالی که خود راوی اول داستان از خودش پرسیده. جواب به این سوالا خیلی به نظر من خیلی اهمیت ندارن. خود راوی سریع جواب یو اس هم میده
و چیزی که اهمیت داره اینه که ما دوباره میبینیم که این داستان ها، این سال ها در داستان رفرانس میدن به یک رابطه بین خود راوی و آدم های دیگه که ما تا حالا در داستان ندیدیم، و یه بخشی از این سال ها میتونیم بگیم که اخلاقی هم. به خاطر همین برای اولین بار در داستان ما می‌بینیم که راوی مجبور میشه که راجع به خودش فکر کنه، که ما تا حالا اینو نداشتیم تو داستان. حالا به هم گنی به مرگ، به اینکه داستان دیگه حرفانو تموم کنم، مرگ مثل خود داستان، خود چارچوب داستان، این ارتباط اخلاقی رو داره. توی داستان این مرگ هیچ وقت به نظر میاد که همه جای، ولی هیچ جا در یک جا نیست و یک معنی نداره. همه پرسوناژایی که روبرو میشن با مرگ، با کمک رابطه‌ای که دارن با دنیای دور و برشون و آدمای دور و برشون به جز راوی، مرگ رو بتونن بفهمن و نزدیک‌تر بشن بهش و قبولش کنن یه جورایی. و به خاطر این نقش مرگ توی داستان به نظر من برای هر پرسوناژی فرق داره. و یک چیز دیگه که برای من از همه چی جالب تر بود در داستان این بود که چارچوب خود داستان، یعنی در اصل ما بخوایم متا داستان نیا کنیم، چارچوب خود داستان که در اصل چارچوب رابطه و معنی معنیش اینه که معنیای چیزها و آدمها توی داستان از رابطه در میان، و این رابطه که معنی میده به چیزها، حالا این رابطه نگاتیف باشه یا پوزیتیف باشه، این چارچوب که مال خود چارچوب داستانه توی خود داستان باز برمیگرده توی نقش مرگ که توی همه داستان هست. به نظر من این کلید اصلی داستانه نظر منه، و خیلی چیز دیگه هست که ما میتونیم آنالیز کنیم و تو این چارچوب بذاریم، همونطور که گفتم مثل طنز و عشق و زیبایی و زبان، خیلی روش نمیتونم فرق کنم، ولی خب اون دیگه موضوع برای شب دیگه. مرسی. ممنون. بعدی آقای دقتت اگر بسر این خونده بودی چه کردی؟ خیلی دقت و شوس می‌نگری. باز من همه کارهای ممنوع ما دوتا بود، بحث کردن بود و خواندن کتاب‌های ممنوع که حالا ممنوع نیست اما نمی‌خوانیم، و گاهی هم چکه عرق می‌خوردیم و آواز می‌خواندیم. فرش هتل ما کاغذ روزنامه بود و مزه عرق ما خیارشور و سیگار، سیگار پشت سیگار. دوستانی هم بودن که گاه کلیب را امانت می‌گرفتن و در عوض به اجاره کمک می‌کردن. چیزهای ممنوع اونقدر بود که بشه گفت بچه‌های خوشحالی نبود، اما دوستای زیادی داشتیم و مهمترینشان زنها و مردهای نامرئی بودند که از شکم تاریخ یا از دل ممالک دوردست می‌آمدند و اسمایشان را همه می‌دانیم، گرچه حالا اکثرا مردند. پویان هم، عباس دانشور. سلام. تابستان گذشته آمد به هلند، مثل همیشه با کوله باری از کتاب و یادداشت. آمد تا مادر را برای آخرین بار ببیند، آمد تا مادر نداند که این آخرین دیدار است، آمد که مادر نداند خسرو خوبان او اکنون مسافر هیچ کجاست. وقتی که اینجا بود پرسید کجای سال 2000 منتظرت باشم؟ انتظار به پایان رسید و محبوبه و آلش را به ما سپرد و خورشید روی یخ را و شهر لوت را و هیه جبلی قمقم را در کنار تلخک ها گذاشت و رفت. رضا تکه‌ای از زندگی را بر صحنه تئاتر آورد. از راملودی های ساده دل روستایی
تا شاه سال 18. مادر گفته بود در 13 سالگی عروسک را از من گرفتند و دستم را دادند به یک مرد و گفتند این شوهر توست. در 16 سالگی رضا را به دنیا آوردن، پسری زیبا و باهوش. حالا عروسک واقعی خود را داشتم. رضا با لبخندی غمزده گفته بود من از دختر 16 ساله به دنیا آمدم و او هنوز بهترین عروسک دنیا بود برای مادر، عروسکی که به او همیشه افتخار میکرد. از او خواندن، خوب خواندن، اندیشیدن و انسان آزاده بودن را آموختم. شب قبل از وداع در شهرک کرته مثل همیشه کفش‌هایم را آهسته روبروی قفسه کتاب‌ها در راه رو از پا در آوردم، طوری که رضا، طوری که قبارشان بر کتاب‌ها ننشیند. دیوارهای اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن در پشت قفسه‌های کتاب‌ها پنهان بود. رضا با تک تکشان ارتباطی دائم و زنده دارد، جای هر کدام را می‌داند و در هر کتاب اینجا و آنجا با خطی خوانا جمله‌ای هوشمندانه به نقل یا به تصحیح نوشته است. همه را خوانده، خواننده دقیق است. به آشپزخانه می‌روم. روی میز کنار پنجره دو جلد کتاب باز نشده قرار گرفته. باز می‌کنم، ورق می‌زنم، می‌خوانم. مترجم کتاب را به او تقدیم کرده. به یاد می آورم هرگاه که از هلند به دیدارش می آمدم برادر کوچکترش را به آغوش می گرفت، جامی پر می کرد و می گفت اینو بنوش تا با هم سری به پاریس بزنیم. یک بار گفت دارن ما را از این دنیا بیرون می کنند. آقای که مریض بود. خسته بر کنار میز لب پنجره می نشینم، نگاه هم از پهلو به بالکن باریک مقابل اتاق خوابش می افتد. در دیوارک بالکن کتاب ها در قفسه هاشان جا گرفتند و بر کف زمین کارتون های نیمه باز پر از کتاب است. روی میز چند کتاب نیمه خوانده شده، آن طرفتر قلم خودکار و در کنارش پوشه یادداشت ها و دست‌نوشته ها قرار گرفته است. در برابر آینه دستشویی می ایستم. حوله حمام به چندک پشت در آویزان است. نگاه هم خیره می شود به کنار دستشویی. ریشتراشی، مسواکی که سر بالا در لیوان بلور زیبایی جا گرفته تا هوا بخورد و شیشه ادکلون. انگشتم را بر کلاهک طلایی شیشه می فشارم. بوی عطر آشنا فضا را می آکند. حس می کنم که او همین نزدیکی ها ایستاده است. گویی زمان در اینجا متوقف شده. شب می شود. از پنجره بالکن، از برای قفسه دیوارک بالکن به دور دست ها با آسمان پاریس نگاه میکنم. نور ماه لرزان در پس ابری تیره کمرنگ شده. ستاره ها گویی آخرین رمق خود را به نوری زرد کمرنگ می سپارند. وقتی که مهمان رضا هستم قبل از خوابیدن به اتاق خواب او میروم برای گپ زدن. او مهربانانه کتابی را که در دست دارد بر روی میز کنار تخت خواب میگذارد و نیمخیز می نشیند. گفتگو پا میگیرد تا پاسی از شب. شب بخیر رضا جان، شب بخیر تا فردا صبح. اتاق بوی او را میدهد. پیژاما، کتی که همین تابستان گذشته در هلند به تن داشت و کلاشاپو به جالباسی چوبین کنار اتاق او آویزان بود. گفته بودیم این کلا به تو خیلی خوب میاد، همیشه سرت بذار. خندیده بود. حالا خواب است و نمیخندم. دمپایی‌ها کنار تخت جفت شدن، چراغ مطالعه بر روی میز کنار تخت طوری قرار گرفته بود که نور بر صفحه کتابی که در دست دارد بتابد. در بالش جای فرورفتگی سر و آرنج باقی است. کتاب روی میز را برمی‌دارم، صفحه ای را باز می‌کنم که در آن بلیت باطل شده مترو گذاشته شده. شعری است از شهروز رشید، می‌خوانم. تاری تنیده باد از آب تا به خاک، تار از چه بود؟ از کجا؟ و نشانه ها که همه پنهان است. یک مرگ بیخواب هی پروار میزند، از چشم تا به دل، از آه تا به دم. کتاب را میبندم و در جای اولش میگذارم.
در رخت خواب رضا سرم را جای فرورفتگی سر رضا در بالش قرار میدهم و آرنج دست چپم را در فرورفتگی آرنج. نفسی عمیق میکشم. بوی رضا و حس حضورش تمام اتاق را احاطه کرده است. وجود ناپیدایش همراه با تنین صدای پرمهرش را از پشت شیشه خیس و لرزان چشمانم میبینم. حس میکنم که این اوست که دراز کشیده و من کنار تخت نشستم. میپرسد تو هلند حالا چه کتابی رو دست گرفتی؟ و میدانم که او با حافظه درخشانش فصل به اغلب کتابها را میشناسد. و میدانم که باید مواظب کلماتی باشم که برایش تعریف میکنم. همیشه میگفت کلمات ظرفیت دارند، باید آنها را درست و به جا ادا کرد. در حاشیه کتابی که از رو گام گرفته بودم خطاب به نویسندهش نوشته بود کلمه ها احترام خودشان را دارند، که شخصیت دارند، که وارث فرهنگی هستند، که میراث دارند، اسیر و نجیبند. کلمات وقتی جای خودشان می‌نشینند که فهمشان را به احترام وامی دارد. با او از کتابی که خواندم میگویم. مثل همیشه با دقتی بی‌نظیر گوش می‌دهد. بعد سوال می‌کند. اما اکنون با نگاه پرمهرش که در زمینه شب پیدا و ناپیداست سکوت می‌کند و محو می‌شود. تنها اشاره کنم که این بریده بود از رشته بسیار بلندتر و خانه بعد رو خواهیم کنم در دسترس دیگه یک نفر از تو پیاده رو رو به تظاهر کننده ها داد میکشد رادیو گفته شما 3 میلیون نفرید مخاطب شانه‌اش رو بالا میاندازه منظورش تایید است یا تکذیب فرصت فهمیدنش نیست به نظر میرسد تمام دنیا دارد از سوی بلوار مونکارناس رد میشه. دختر جوانی شوریده حال از بغل دستیش میپرسد ما یک لحظه تاریخی را داریم زندگی میکنیم درسته؟ در مقام یک شبه میدانم دست کم هزاران لحظه تاریخی در هزاران نقطه از این کره کوچک این فکر را بارها کردم. یاد روزی میفتم که دوستی نامی از کردستان برای من فرستاده بود حاوی این خبر که دارد در قلب انقلاب جهانی زندگی چون فکر میکرد ایران سال 60 قلب انقلاب جهانی است کردستان قلب انقلاب ایران است سنندج قلب انقلاب کردستان است و کوچه سیروس جایی که او ساکن بود قلب انقلاب سنندج است این دوست الان با قلب بیمار در قلب مادرید توی گل فروشی تکسری دارد پیر میشود و فکر میکند انقلاب ایران قلب تمام ناآرامی های دنیای کنونی است و باعثش اشتباهات خودش است آقای اصغر صدقورا و سس تعلیق و جذابیت داستانی داریم. سلام عرض میکنم. خیلی مقدم میگم به دانشگاه لیده و خیلی هم مفتخر هستم که در گرامی داشته رضای جان عزیز اینجا مقاله خیلی کوتاهی رو براتون میخونم. مقاله خیلی بلندیه ولی امشب بیشتر از 10 دقیقه هم وقت نداریم. تیتر مقاله همچون که خوشحال جان گفتن حس تعلیق و جذابیت داستانی در این گفتار به ایجاد حس تعلیق در داستان محبوبه و آل می‌پردازم دلیل پرداخت به این موضوع گفتگویی است که در آخرین دیدار با رضا دانشور و درباره هنر داستان نویسی داشتیم تأکید او برای این بود که داستان خوب و نویسنده با مهارت و با تجربه از هنر تعلیق و شگردهایی برای ایجاد تعلیق استفاده می کنند تا خواننده را به ادامه خواندن داستان وسوسه کنند. در دیدگاه دانشور این وسوسه ساختار و شالوده داستان می شود و با تمامی عناصر و اجزای آن هم از زمان و مکان و توصیف شخصیت‌ها و طبیعت و غیره و غیره یکی می شود. حس تعلیق در خانواده، در خواننده کنجکاوی، هیجان و تنش ایجاد می‌کند. داستان محبوبه و آل یکی از داستان‌هایی است که مانند سه قطره خون صادق هدایت، خروس ابراهیم گلستان و یا خانه‌ای در آسمان گلی ترقی در ادبیات فارسی ماندگار خواهد بود.
داستان درباره دختری است که در حاله باورهای عامیانه داستان درباره دختری است که در حاله باورهای عامیانه وزنه آل را حمل می کند. پدر و مادرش خواستار پسر بودند ولی او دختر دنیا آمده. پدر و مادر و اطرافیان شک می کنند که فرزندانشان را عوض کردند و این دختر شاید دختر آنان نباشد. دختر از جنس آدمیان نیست و با همه اطرافیان فرق دارد. او عاشق پسر خاله می شود ولی به دلیل مسائل خانوادگی نمی تواند با او ازدواج کند. در آخر با مردی چاقوکش ازدواج می کند و مدام مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. مردی که همیشه آل او باقی می ماند. یکی از شگردهای ایجاد حس تعلیق که دانشور در این داستان به کار برده بازی با مفهوم آل است. در فرهنگ ایرانی آل موجودی است خیالی که آن را زائوترسان هم می نامند. در باورهای ایرانی آمده که اگر زن تازه‌زاد را تنها بگذارند آل به سراغش می آید و او را آزار و اذیت می کند و حتی باعث مرگش می شود. نیز ممکن است نوزاد را بدزدد و یا با بچه های خود عوض کند. ضرب المثل های فارسی زیادی هم داریم، مثل الهی آل ببردت یا فلانی و آل برده. در این داستان آل شخصیتی سیال است، گاه با قصه ها و باورهای عامیانه آمیخته و گاه نیز همسنگ واقعیت است. در اصل این دوگانگی واقعیت و خیال ساده و پیچیده جذبه و شور غریبی در ذهن خواننده ایجاد می کند تا داستان را دنبال کند و ماهیت آل و رابطه اون با محبوبه را بداند. آل گاهی پسرخاله محبوبه است، گاه بقال محله، گاه شوهر با غیرت یا مادر شوهر و گاهی نیز پیرزالی است سبز با پستانهای دراز و گاهی هم موجودی مرموز، نیروی پنهان که مردم از بودنش هراسانند و همین ترس و هراس و گریختن آل از شخصیتی به شخصیتی دیگر جذابیت ویژه‌ای به داستان می‌دهد. داستان از یک طرف ساده و تخیلی و سوی دیگر زندگی دختر شور، بخت و جایگاه زنان را در جامعه بسته ایران بازگو می کند. برای شکستن تابوهای باورها و انگارهای عامیانه در مورد آل و ایجاد حس تعلیق، دانشور از عنصر اروتیک بهره می جوید و با نثر ساده، روان و کم نظیر نشان می دهد که مردم چگونه برای کتمان و پنهان کردن روابط جنسی و گناهان پرلذت از آل استفاده می کنند. به خاطر محدودیت وقت تنها به چند بند داستان و کارگیری آل بسنده می کنم. آل و هماغوشی در لابلای داستان صحنه های اروتیک به نحوی با آل در هم تنیدند. نقل قول: آهسته به استبل همسایه خزید و اسبیرا که طبق قرار جل انداخته و آماده بود سوار شد و به سواران سرگردان شب پیوست. ساعتهای بی ثمر این سو و آن سو رفت و بیش از آن که سرما و سرما خوردگی باور سست او به افسانه های زن رو بسته را نابود کند و به خانه برش گرداند، اقبال با او رو نمود و آن شب به پیله آتشین افسون تن آن زن رخنه کرد و از شهد بهشتی آغوشش چشید. یکی از خصوصیات آل جابجا کردن نوزاد است، همونطور گفتم. در بند نخستین داستان دانشور هماغوشی و روسپیگری هاجر را توصیف می کند که در ادامه داستان متوجه می شویم از جابجایی نوزاد نشأت گرفته و محبوبه شخصیت اصلی دیگر خودش نیست. نقل قول: زنی که با چشمهای باز به دنیا آمده باشد نصیب آل می شود و هاجر این راز را به او واگویه کرده بود.
که او را آل برده است. او هاجر نیست، حالا اسم او محبوبه است. هاجر آن بوده که آل برده. در بند نخست داستان همین هاجر را می‌بینیم که چگونه به مردان زنا می‌داد. زن رو بسته هرگز دوبار در یک محل ظاهر نمی‌گردید و دسترسی به او تنها به مدد بخت میسر بود. هرگز به پیاده ها نزدیک نمی‌شد و با مردان خوش اقبالی که شهد آغوشش را می‌چشیدند سخنی نمی‌راند، مگر پچپچه هایی که در اوج لحظه های سعادت به گوششان میکرد و آنان را شه سواران شب خوش مینامید. چه معلوم که آل او را عوض نکرده باشد. شاید آن دختر خاله اصلی که اسمش معصومه بود یکی دیگر است. در قسمت های دیگر داستان آل به هماغوشی آمیخته شده. اولین بار که محبوبه آل را می‌بیند در صندوق خانه تاریک خانه ایشان است. دایی محبوبه از بینی گلی آل گردنبندی برای او ساخته تا محبوبه از آل محفوظ بماند. محبوبه کنجکاو است که این آل کیست؟ آل چیست؟ به صندوق خانه می‌رود و گردنبند را از گردن باز می‌کند و از دل فریاد می‌زند آل. در آن لحظه پسرخاله چموش سر میرسد و محبوبه متوجه میشود که پسرخاله همون آل است. همین پسرخاله چند بعد در زیر کرسی با محبوبه هم آغوش میشود. اینجا هم توصیف دانشور بی نظیر است. پدر محبوبه از خواب بیدار میشود و به سوی اتاق دیگر میرود. پس با حس گنگی از شرم، ساری و تردید دالان‌های دراز خواب را به سوی خانه خود پیش گرفت که بوی بد گناه آمد. دهلیزهای منقلب را تون تون در نوردید. بیدار شد، برخاست، به اتاق دیگر رفت. آنجا در آن پله کرسی روح پلیدی لحاف را می جنبان چون اجدهایی که تقلا می کند از لجن ته یک منداب سیاه خود را خلاص کند. پدر گفت یا قمر بنی هاشم، این روح روسپی هاجر است. داشتم به رمزگشایی متن نویسنده اینک ادامه با خانش داستان بسیار خوب و بیاد مدنی هی هی جبنی قوم. وقتی نوشته های تازه نویسنده دیگر بر پیشخوان نباشد نوبت رمزگشایی کارهاش برسد. شناختن متن نویسنده به این معناست که خود او را کشف کنیم. کشف و یافتن نویسنده به معنای رمزگشایی متن نه زمانی موفق است که این کار را انجام دهد. شگفت نیست اگر از دید تاریخی حوزه کار نویسنده را جزی از حوزه نقد به شما را آوریم. اینجا نویسنده و ناقد کنار هم می‌ایستند. کار نقد معنا بخشیدن و یا کشف معنای متن نیست، رفتن به درون ساختار کار است و ذره‌بین روی هر نقطه و نکته گذاشتن، چرخ زدن و راه یافتن در متن تا کنار گذاشتن معنای آن و یافتن راز. اینجاست که نوشته معنای تازه می‌یابد. تراژدی معنای دو پهلو دارد. متن به یاری واژگان با معناهای گوناگون به هم بافته می‌شود و هر شخصیت با درک فردی آن را در می‌یابد. این سوء تفاهم است که بدانیم کسی هست که هر واژه‌ای با همه دو پهلویی در معنا می‌شناسد و حتی گنگی و ناشنوایی شخصیت را می‌شنود و می‌داند. خواننده و شنونده است که چنین می‌کند. نقد کلاسیک هرگز به خواننده اعتنا نداشت. برای او ادبیات وجود داشت و نویسنده. خواننده با خواندن نوشته زندگی آینده می‌دهد به نویسنده. نویسنده باید با خوانده شدن و دوباره خوانده شدن هستی داشته باشد. رضا دانشور نویسنده‌ای است که در روایت‌هاش
به خوبی طنز، محالی و کشش نفسگیر به هم می‌آمیزد. شخصیتاش به سختی و گاه بیهوده می‌کوشند در جهانی بی‌منطق راهی بجویند. اما جهان آنان چند رازه بی‌منطق است. شاید اگر کله‌هاشان را نمی‌زدند به هم، اوضاع آنطوری نمی‌شد. شاید اگر کمتر عرق خورده بودند، اوضاع آنطوری نمی‌شد. شاید اگر میخانه‌چی کلت را نمی‌دید، اوضاع دیگری می‌شد. شاید اگر آنها آدم‌های دیگری از قماش آدم‌های دیگر بودند، اصلا هیچ اتفاق نمی‌افتاد. شاید اگر بابای کرباجی نمی‌زد به چای جاده، شاید اگر پسر مهدی‌خان دکانش را نمی‌فروخت، شاید اگر یکی زن نمی‌گرفت، اما وقتی که شد، هیچ کس نتوانست به درستی درباره ماهیت خنده‌دار آنچه پیش آمد اظهار نظری آنچنان قطعی کند که در تاریخ بنویسند. راجع به پیرمردها و از کار افتاده هم فرضیه جدیدی خلق نشد. رأی به محکومیت یکی جنایتی در کار بوده باشد. کلواجی و حسن زلفوی هی هی جبلی قمقم میدانند باید مقاومت کنند، نمیدانند در برابر چه و شکست میخورند بی که بدانند. خواننده است که باید راهی بجوید میان کنش ها و واکنش ها، تحلیل ها، اندیشه ها و دلایل که شخصیت ها دارند. بی رفتن به عمق هم میتوان دید و پی برد. آنچه در روایت هست غریب است، اما خواننده نیست چون راوی نمیداند روی کدام حادثه انگشت بگذارد. نوزادی به دنیا آمده، در زندگی کوتاهش چیزی روی نداده که بخواهد دفاع کند از آن یا مقاومت داشته باشد در برابرش. تنها میتوان به پدر و مادرش فکر کرد، جنسیت، زادگاه و نامش. در همین جنبه های زندگی خطرهای بسیار میتواند بر سر راه باشد. اسم اصلی کلواجی همان وقت هم حاجی رقیه بانو، چون پدرش خیلی پیش از آن که کلواجی بتواند تفنگ به دست بگیرد و برای خودش مردی بشود، زده بود به چاک محبت و دیگر کسی اثری از آثارش ندید بود، حاجی را به اسم مادرش داده بود. همین رویداد که یگانه نیست و در زندگی خیلی ها میتواند پیش بیاید، شده است آغاز روند زندگی شخصیتی تا در روایت شکل زندگی هستی بگیرد. رضا دانشور در این داستان کوتاه زندگی را چون روند همین روایت دیده است، روندی که در آن متهم و محکومی تنها و تنها به دلیل انتظارت از زندگی. هر کسی برای خودش زندگی میکند و هیچ کسی دخالت در زندگی دیگری ندارد. تنهایی و ناتوان، گناه از کیست؟ شاید باید برویم سراغ گناه موروثی آدم و حوا که میوه ممنوع خوردند و رانده شدند. از آن دم است که انسان بخش شده است به دو پاره خیر و شر و بی برو برگرد باید زمانی از زندگی خطا کند تا رفتن به تنهایی. شخصیت ها در داستان های رضا دانشور محکومند به خاطر خطایی که کردند، اما روشن نیست چه خطایی. آنها به انگیزه ناروشن در پی چیزی هستند، انگار به زدودن کجی موفق نمیشوند از آنکه انگیزهشان ناروشن است، اما از پذیرش و گردن نهادن گریز دارند. آگاه نیستند به اینکه هستیشان در هر شکلی که باشد چه معنایی برای دیگران دارند. میدانند اما پا به راه که گذاشتن برگشت نخواهد. خود را همان گونه میبیند که دیگران را. رابطهش با دیگران از فاصله است و قراردادی، رهگذری است در جهان همچون دیگران. هر داستان رضا دانشور گونه دستمایه است برای برداشت. برداشت تجریدی همچون نگاه و تماشای طراحی تجریدی با قلم. آنچه هست ناتوانی و ناگزیری شخصیت هاست در خواست مقاومت. تنها حرف از هنر چیره شدن در میان نیست. هنر شکستی اهمیت دارد. قیامی بیهوده. انبوهی موقعیت های ماها. بعد از اینکه طبق ترتیبات تاریخی سر کلونل را بریدن و آن همه شعر برایش ساختند و امنیه‌هایش همه اسلحه‌هایشان را تحویل دادند و بعدم پس گرفتند و رفتند دنبال جوجه دزدی، حسن زلفو یک هفته تمام سر کار نرفت و از زیرزمینی که خانه‌اش بود بیرون نیامد، عرق خورد و سرش را اونقدر به تیغه نازک دیوار کوفت که سر و صدای همسایه اتاق بغلی درآمد. بعدها وقتی جسد کنانر را از خاک در آوردند و سر بریدش را دور شهر مقدس مشهد گرداندند و آنطور که مردم میگویند گربه گورش کردند، باز حسن زلفو مست کرده بود، دنبال جنازه دویده بود و شعرش را خوانده بود. این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با
دیده عبرتش ببینید. این عاقبت وطن پرستی است. واقعیت داستان رضا دانشور به رویا می‌ماند. حوزه جاذبه در روایت او میان آن چیزی است که می‌توان واقعیت فرد نامید با واقعیت جمع. فرد است که در برابر وهم همگانی قرار گرفته، زیرا ناممکن است یافتن حقیقت نهایی. در حقیقت همینطور هم بود. آنها زنده برنگشته بودند. با آنچه گذشته بود غیر از خواب بدی که یک شب با شکم گرسنه توی خوب دیده بودند چیزی نبود، و وقتی چشمشان را باز کرده بودند تمام دردسرها تمام شده بود و آنها دو مرتبه چشمشان را بسته بود. به هر حال و به هر دلیل، بعد از آن نه شاه رجب پاسبان و نه پسر مهدی خان و نه هیچ کس دیگر از مجاورین مرقد مطهر حضرت رضا به زیارت مجدد حسن زلفو یاغی بازنشسته نائل نشد، و البته از این بابت هیچ تأسفی هم نداشت. واقعیت ساخته ما پس چیست که فرد رضا، روایت رضا دانشور با آن مشکل میتواند کنار بیاید؟ نظمی است که هنجارهای اجتماعی سبب آن است، جهان کار و زندگی است، اجبار به گردن نهادن است که این نیز بگذرد، به همه چیزی میتوان فکر. با بیشتر اندیشیدن به این همه خود را بیگانه خواهید دید از این جهان. شخصیت‌ها در برابر قول جامعه قرار دارند که بی‌ترحم است در داوری. به محض گردن نهادن به هنجار جمعی، حقیقت اکثریت و فرد چی خواهد شد؟ اعلان آمد یاغیایی که تسلیم بشوند بخشیده شدند و دولت به آنها زمین می‌دهد که به کار کشت و زرع بپردازند. منباب احتیاط کلباجی حسن زلفو را به سفارت فرستاد پیش رئیس پاسگاه، که از آنجا واجی بردند از شهر خدمت رئیس جاندربری و قائل خط شد. دولت به عهدش وفا کرد. کلباجی چند صد هکتار از زمین‌های مرغوب گرگان را به اقساط گرفت و پول‌ها را از زیر خاک در آورد و تراکتوری رو به راه کرد و به نظر می‌رسید دیگر همه چیز تمام شده است. واقعاً هم تمام شده. دوره این لشبازی‌ها گذشته بود. البته نه به عقیده حسن زلفو، که حتی زمین هم قبول نکرد، پول هم از کلباجی قبول نکرد و گفت هی هی جبلی قم قم، تو حالا دیگه کلباجی نیستی، کلباجی هستی. این عاقبت وطن پرستی است. شخصیت ها به چیزی نیاویزند تا زندگی بگذرانند. فکرم می کنند اما پی می برند که زیست بی دغدغه محال است، از اینکه معنایی برای آن نمی یابند و نمی توانند بیابند. واقعیت سیاه آنان از بنیاد تفاوت دارد با واقعیت دلپذیر جهان بیرون زندگی شد. دو جهان که به هیچ روی به هم نزدیک نخواهند شد. فرد تنهای رضا دانشور گردن می نهد بی که بداند بیرون خود هیچ نمی یابد تا نشانه بگیرد. ناتوانی خود او سبب شکست اوست. کلباجی گاهی چشمانش را میبست و آنقدر این کار عادتش شده بود، نشنیده و ندیده گرفتن، که از یکی دو سالی که مثل برق گذشت نه چیزی دید و نه چیزی شنید، با وجود آن همه دیدنی و شنیدنی که وجود داشت. نخستین نشانه شناخت و به خود آمدن آنان خواست مردن است. این زندگی تاب ناپذیر است، زندگی دیگر دست نایافتنی. ما صاحب دیوانی، ما پرتو تابانی، ما زمره مستانی، هی هی جبلی بوم بوم. زنده باد رضا دانشور. حدود 20 دقیقه استراحت داریم و شعرخوانی شب یلدا با